امروز 12 اردیبهشت در ایران روز معلم نامگذاری شده. علت این نامگذاری چه بود؟ وضعیت معلمین در شرایط فعلی چیه و خواسته هاشون و پاسخ رژیم به این مطالبات چیست؟ اعتراضات سراسری معلمان چگونه با قیام سراسری مردم ایران پیوند میخوره؟ برای بررسی این موضوع همراه هستیم با خانم سهیلا دشتی، تحلیلگر امور سیاسی. سلام میکنم خدمتتون خانم دشتی، مرسی که دعوت ما رو پذیرفتین. به عنوان اولین سوال، ابتدا به طور خلاصه در مورد روز معلم در ایران برامون بگین و اینکه روز معلم در ایران چگونه تعیین شد. با سلام خدمت شما و ممنون که این وقت رو به من دادین. من قبل از شروع میخوام روز معلم رو به همکارای عزیزم توی ایران تبریک بگم و امیدوارم که مبارزاتشون حتما که به ثمر خواهد نشست. در ارتباط با سوالتون یه بحث مفصلی داره، چون بعد از کودتای 28 مرداد سال 32 شاه بعد از چند سال دست به تأسیس ساواک زد و به خیال خودش فکر میکرد که جامعه رو، خیلی ها رو دستگیر کرده بود، از اونایی که هوادار مصدق بودن اعدام کرده بود، تعداد زیادی از مردم اعدام شده بودن، مبارزان و خیلی هاشون زندان بودن. باز به خیال خودش فکر میکرد که جامعه آروم شده و اما از نظر اقتصادی، از نظر فشارهای اجتماعی، نبود آزادی ها، جامعه بسیار متحول بود و شاه خیال باطلی داشت. در ضمن این که معلم ها در آغاز به خاطر خواست سنفیشون، یعنی مطالبه حقوقشون، از نظر اینکه حقوق معلم ها باید به نسبت تحصیلاتشون با کسایی که دیگه که در جاهای دیگه دارن کار میکنن یکسان باشه. مثلا یک لیسانس در اون موقع 400 تومن حقوق میگرفت و همین حقوق برای یک لیسانس دیگه با همین آموزش یا با همین تحصیلات حدود 2500 تومن یا 2400 تومن بود. به هر حال این تظاهرات معلم ها برای کسب حقوقشون شکل میگیره و روز 12 اردیبهشت سال 40 معلمان جلوی مجلس تظاهرات میکنن، جمع میشن برای متفرق کردن معلما. از ماشین آپاش رژیم استفاده میکنه، منظورم رژیم شاه هست، چون واقعیت قضیه اگر اسماشون رو وردارن هیچ تفاوتی نمیکنه توی سرکوب و توی تضییق حقوق مردم. ماشین های آپاش رو میاره با چماق و قمه و نمیدونم به مردم حمله میکنه، اما معلم ها عقب نمیشینن که به هر حال دستور شلیک میدن و یکی از این سرگردی بوده به اسم سرگرد ناصر شهرستانی که دستور شلیک مستقیم میده و این یکی از این گلوله ها به پیشانی دکتر حسن خانعلی که یک معلم جوانی بود اصابت میکنه و دکتر خانعلی شهید میشه. جنازه دکتر خانعلی رو به یک مسجد میبرن و بعد از اون شاید میتونم بگم که روز خاکسپاری دکتر خانعلی یکی از بزرگترین روزهایی بود، یا اینکه بزرگترین تظاهرات بعد از کودتای 28 مرداد بود. شاید که فکر میکرد میتونه جلوی اخلالگری رو بگیره و خود شریف امامی که اون موقع نخست وزیر بود از خاطراتش نقل میکنم که میگه شاه به من گفتش که فردا قرار شیطنت بکنن، یعنی روز تشییع جنازه دکتر خانعلی میخوان شیطنت بکنن و شما باید جلو اخلالگری رو بگیری. اما تعداد مردم آنقدر زیاد بود که نتونستن و تظاهرات موفقیت آمیز بود و دکتر خانعلی به صورت باشکوهی در امن باب وی دفن شد. و بعد از اون به هر حال همین مسئله باعث تعویض شریف امامی شد، باعث تعویض وزیر فرهنگ اون زمان که جهانشاه صالح بود شد و حقوق معلمان به هر حال در اون موقع به تصویب رسید. این خلاصه ای هستش که چرا 12 اردیبهشت به عنوان روز معلم تعیین شد. روز معلم رو خود معلمان تعیین کردن، یعنی در مراسم شب هفت دکتر خانعلی این روز رو تعیین کردن و به عنوان روز معلم در اون روز ثبت شد. فقط یادآوری کنم این روز خوشبختانه موند به اسم دکتر خانعلی، گرچه که رژیم سعی کرد، چون روز قبل از، یعنی فکر میکنم 59 یا 58 بود، درست دقیقا یادم نیست، که مطهری ترور شد و
11 اردیبهشت بود. میخواستن که اون روز رو به روز به اسم مطهری ثبت کنن اما نشد، ولی مردم یاد و خاطره دکتر خانعلی رو توی اذهانشون دارن. و کما اینکه فقط نقل کنم از یکی از زندانیان معلم مهدی فتحی که الان توی زندان هست، زندان شیراز، یک پیامی فرستاده که شجاعت گفته که شجاعت دکتر خانعلی نش پیدا کرده، به ما رسیده و معلمین شجاع هستند که شاگردان شجاع رو تربیت میکنن و حق خودشون رو با شاگردان شجاع از حکومتی که فکر میکنه وارث و صاحب سرمایه مردم خواهند گرفت. جدیداً شاهد از سرگیری اعتراضات معلمان هستیم. خواسته معلمان چیه و واکنش رژیم به این خواسته ها چی بوده؟ ببینین، خواسته معلم ها در طول سالیان، اگر از اوائل من دهه 60 رو فقط بگم که رژیم سرکوب بسیار گسترده از معلمان کرد در همون منطقه، من فکر میکنم الان ناحیه شده نمیدونم 6 که من کار میکردم، در همون سال 60 بیشتر از 600 نفر رو اخراج کردن. فکر میکردن که این به اصطلاح با سرکوب و اخراج و دستگیری و حتی اعدام میتونن جامعه رو ساکت کنن. اما توی برنامه خودتون در 2 سال اخیر بسیار زیاد راجع به مسئله صحبت شده، اما در طول سالیان معلم ها یکی از، یعنی قشر معلمین بسیار فعال بودن و در تمامی موارد توی صحنه های مقاومت و مبارزه حضور داشتن. اما به طور مشخص در شرایطی که الان هستیم، به خصوص از سال 1400 که رئیسی 6 کلاسه با قول اینکه و با وعده اینکه میخواد حقوق معلمان رو افزایش بده سر کار اومد، اما این وعده درمانی و به گفته خودشون دروغ درمانی به هیچ عنوان جوابگوی نیاز معلمان نبود و همینجور ادامه داره. کما اینکه معلمان در ماه الان ماه دوم هستیم، ماه دوم سال جدید هستیم، تعداد زیادی از معلمان هنوز حقوق ماه اسفندشون رو نگرفتن. مبارزات ادامه داره، ولی همین امروز و دیروز در این 2-3 روز اخیر تعداد زیادی از معلمان رو دستگیر کردن. همین امروز خبر اومد که مسعود فرهیخته دستگیر شده و یک خانمی به اسم فرزانه ناظریان پور دستگیر شده. به محل زندگی محمد حبیبی معلم دستگیر شده حمله کردن. کسانی بودن اونجا که رفته بودن حمایت کنن از محمد حبیبی، فکر میکنم 10 تا 12 نفر که مهمون اون خونه بودن دستگیر شدن. یکی از خانمایی که اونجا بوده از شدت شقاوت سرکوبگرای رژیم سکته قلبی کرده و به بیمارستان منتقل شده. از نظر صنفی بخوام بگم معلم‌ها هنوز به هیچ حقوقی که باید دست پیدا نکردن، گرچه تمام معلم‌ها به این مسئله اذعان دارن که تحصیلات باید رایگان باشه و حقوق دانش آموز ها هم در کنار معلمان باید محترم شمرده بشه. اما یک مسئله دیگه که الان هست که وحشتناک هست و معلم ها از این مسئله به شدت ابراز نگرانی میکنن، وضعیت امنیت دانش آموزان به خصوص دانش آموزان دختر توی مدارس هست که با مسئله مسمومیت شیمیایی که تقریبا هر روز ایجاد میشه، آمارای از 900 مدرسه و تقریبا عددی نزدیک به 10,000 دانش آموز که در معرض این گازها قرار گرفتن داده میشه، ولی خب به هر حال ادامه داره مبارزه و به هیچ عنوان من فکر نمی کنم که خاموش بشه این جنبش. با تشکر خانم دشتی، به عنوان آخرین سال، شما خودتون الان اشاره کردید به حملات شیمیایی به مدارس دخترانه. هدف رژیم از استمرار این وضعیت چیه؟ وظیفه معلمان و فرهنگیان در افشای این وضعیت چیه و نقش معلمان در همین رابطه در پیوند مطالباتشون با قیام سراسری چیه؟ ببینین، یک سوال خیلی گسترده یه، چون از چند وجه میشه بهش نگاه کرده. پیامایی که از زندان میاد بیرون پیامایی هست که به استمرار مبارزه دعوت میکنه معلم ها رو. شاید من بتونم به پیام معلم مبارز آقای هاشم خاصار اشاره کنم که توی این پیامشون گفتن که
من از حق و حقوق مردم و آزادی مردمم کوتاه نمیام و حتی در یک جایی پیام کوتاه گفتن که مردم فرانسه 2 سال لویی 16 رو نصیحت میکردن قبل از انقلاب فرانسه تا رفتار و عملش رو تغییر بده، اما نتونست تغییر بده و همین باعث شد که انقلاب بشه. نتیجه این هستش که نتیجه عمل کرده لویی 16 این به قاضی میگه آقای خواستار باعث شد که انقلاب بشه. گفتم میگه که من به قاضی گفتم که اینم روزای آخر شما هست، تصور نکنید که میتونید به حکومت ادامه بدید. نوشته هامو جرم قلم داد کردید ولی این نقشه راه برای رسیدن به دموکراسیه. و نکته بسیار جالبی که این پیام آقای خواستار داره اینه که گفته ما 2 تا انقلاب داشتیم، هر دو رو منحرف کردیم، این بار ما نمیذاریم که این انقلاب منحرف بشه و من مطمئنم که ما به آزادی خواهیم رسید. باز یک پیام دیگه از زندان گوهردشت آمده که تو اون پیام هم یادآوری شده که معلمان اگر که جواب ندید مردم معلما به خیابونا سرازیر میشن و این خشونت شما باعث میشه که مردم ساکت معلما ساکت نخواهند بود و به خیابونا کشیده خواهند شد. اما در جواب پیامی داشت خامنه ای امروز که واقعا میتونم بگم پیام خامنه ای یک تأکیدی بر فلج و دستگاه رژیم هست که از یک طرف میگه معلم‌ها خیلی، یعنی باز هم با معلم‌ها خیلی کارشون مهمه، باید آینده رو بسازن، اما مدارس دولتی نتونستن جواب نیازهای مردم رو بدن، یا اینکه اضافه میکنه که ما عقب افتادیم از وضعیت دانش آموزا و به اصطلاح میزان تحصیل و اینا اومده پایین، یعنی اقرار به تمامی جنایت هایی که در حق آموزش و پرورش شده توی این مدت. خب مردم خودشون میدونن که رژیم در کلیتش هیچ توانی برای پاسخگویی مشکلات نداره. یعنی این حرف رو مقاومت ایران تنها نمیزنه، این حرفی هستش که تمامی کسانی که توی حتی از داخل رژیم خودشون میگن جامعه انفجاریه و این انفجار هر لحظه دوباره صورت میگیره، هر کاری که میخوان بکنن که بتونن جلوی این قیام و جلوی این جنبش رو بگیرن نخواهند توانست. و معلم‌ها هم تقریبا من به جرات باز میتونم بگم همراه و همگام با دیگر اقشار مردم و با جوانان حتما این رژیم رو سرنگون خواهد کرد، چون هیچ راهی نیست. واقعیت هر راهی رو که رژیم رفته تا به حال نشون داده که جز سرکوب و جز دزدیدن مال و اموال مردم هیچ نتیجه برای مردم نداشته. این روزای روشنی روزای سختیه، ولی به نظر من ما الان با گذشت 7 ماه از قیام چشمانداز بسیار زیبایی رو در انتظار داریم و حتما حتما مردم سررشته امور رو به دست خواهند گرفت و این رژیم رو سرنگون خواهند کرد. بله خیلی ممنونم از شما خانم سهیلا دشتی، تحلیلگر امور سیاسی، از اینکه دعوت ما رو پذیرفتین و در این گفتگو همراه ما بودین. خیلی ممنون از اینکه این فرصت رو به من دادین. ببخشید من فقط خواهش می‌کنم من یک نکته رو یادم رفت بذارین، از معلم همکار عزیزم مجاهد خلق طاهر نقدی یاد کنم که در تابستان 60 شهید شد، معلمی که واقعا به من آموخت که معلمی باید چجور باشه و من ازش بسیار آموختم. شیوه و راه زندگیم رو امروز به طاهره نقدی مدیونم. یادش بخیر. یادش بخیر و خیلی ممنون و درود بر شما که یادشون رو زنده کردین. خدا نگهدارتون. خداحافظ شما.